خب اخیرا شما کتابی را نوشتین به نام درس های آموخته از مهمان های ممنوع یا مخته از مهمان خانه کابل دلیل شما از نوشتن ای این کتاب چیست آیا میخواین واقعات سیاسی را که در طول تاریخ افغانستان در طول چند سال رخ داده برای خواننده معرفی کنین یا ای که طرز دید خود از واقعات در افغانستان به شکل بی‌طرفانه حدوش دلیلش حدوش است و ای که واقعاتی که در افغانستان چشم دیدای خودم و کوشش کردیم که تا جایی که امکان داشته بیترفانه قضاوت کنم و ما آدم سیاسی نیستم اما چیزایی که ما در اونجا دیدم در هر جای خوب و بد وجود داشت که امو باید بالاخره برای مردم نشان داده شوه و برای نسل های آینده یک چیز باقی بمانه او بود دلیلش یکی از دلایل دیگه شام ای بود که خواستم برای مردم بگویم که اگر آدم اراده بکنه میتونه یک کار را که تصمیم بگیره بکنه اگه یک یا دو واقعی که به نظر شما و شما به یاد ماندنیست و در این کتاب گنجانیده شده بخواین با خواننده ها و یا شنونده ها در میان بگذارید کدام واقعات خواهد بود؟ البته واقعات بسیار زیاد بوده هر که در کتاب نوشتیم جز خاطرات بسیار بارز زندگی ما است یکی از خاطرات تلخی که ما دارم است که ما در بار اولی که ما در یک کمپ به پشاور رفتیم به نام کمپ ناصر باغ بود و با اونجا کمکار می بردیم و پولی که داشتیم بسیار کم بود در بین یک صدها زن سایدم حزاز حسن من به هیچ کدام شدم هم شناختم همشون چادر چادری آبی داشتن به صورت عموم یا خب بعد از اینا به اساس نمره چه کردیم پس پاینمی صد ها زنی که با موجه بود کسی مرا به نام صدا کرد جان و من بسیار تعجب کردم که کی مرا بعد از سالهای سالی که ما دوباره به افغانستان دفتیم کی مرا مشناسه در اینجا کی خواهد بود خب بالاخره من رفتم گفتم مرا کی صدا کرد بالاخره امی آمد خود معرفی کرد حقیقت خواهش کردم که روی تلو چکر میخوام ببینم کی هستی گفت نمی کنم چرا ما منتا ما در ما سنفید بودم بر ما یک پنج دلار اضافه بیتوید چرا که ما شیر ندارم برای خود و بعد ما بسیار یک یک حالت بسیار تکان دهنده بود چرا که ما هیچ توقع نداشتم که بالاخره بازورا پسان شناختم که کی بود یا اما اه.. اگر در وقتی که ما در پانتون بودیم اگر فکر میکنیم که امی امی خانم اموت یک آینده خود داشت بسیار شبیه به افسانه می بود تا واقعیت ولی واقعیت بسیار تکان دهنده تر از بود در بخش سیاسی در افغانستان پروسه مصالحه با مخالفین از جانب حکومت افغانستان جریان داره و از جانب جامعه بین المللی هم حمایت میشه شما اهمیت پافشاری روی حقوق زنانه من خانم افغان امداد رسان به افغانستان تا چند اندازه در این پروسه مهم ارزیابی میکنید ما موافق بایی هستم که آه یک آه راه برای بحث باز شود روی یک میز امی بحثا صورت بگیرد چون ما دیدیم که ده سال جنگ نتیجه نداد بالاخره ما باید که از در مصالحه نه به ایمانایی که حقوق حقی مردم افغانستان پامال شوند بلکه اگر امکاناتش باشه که با در نظر داشت حقوق اساسی که قانونی اساسی افغانستان بر مرد و زن افغانستان داده اگر با نظر داشته از با احترام به قانون اساسی مصالحه صورت میگیره ما طرفدارش هستم گرچه کتاب تازه با بازار آمده ولی آیا تصمیم ترجمه ایره و زبانهای دری و پشتو و بردنش به افغانستان داریم یا خیر البته ما با با سفری که انقریب به افغانستان خود داشتم یک تعدادی از کتاب‌هایی که به زبان انگلیسی است میبرم به کتابخانه‌های افغانستان اهدا میکنم و به کتابخانه پوانتون کابل و البته با جای دیگه و با کسای ممکن است که هم بعد خود رئیس جمهور و در آخر کتابم پیشنهاد دارم البته این پیشنهاد ما زیاتر متوجه جهان است که جهان چطور میتونند که صلح دائمی را در در افغانستان برقرار بسازند اما این کتاب ولی ممکن است که به زبان های دیگه هم ترجمه شود؟